هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: الذين يستمعون القول ويتبعونه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل البيان علينا يا رب العالمين. محترم سامعین گرامی، قابل صد احترام برادران و پدران و دوستان عزیز و مهربان، قبل از همه گفته بگذاریم که باید ما و شما از ته دل شکرانه او ذات پاک کنیم، او قادر مطلق ذات کنیم که الله عزوجل بعد از بزرگترین نعمت، نعمت ایمان و اسلام، برای ما شما توفیق آمدن، شرکت کردن، نشستن و توفیق ادای نماز جمعه را برای ما شما نصیب کرد. و ایرم نه تنها به زبان بلکه به ته دل از الله عزوجل منتدار شده، خوشحال شده، شکرانه ای را هم ظاهرا و هم از ته دل بکنیم، چون که الله عزوجل صورت ها و اعمال های ما و ظاهری ما را نمیبینه بلکه دل های ما را میبینه. و اگر از ته دل ما اگر خرسند شیم، انا می خرسندی ما و شما سبب ترقی در دین می شود. بنابر همین بار بار اگر توجه کرده باشین، در هر سخنرانی و در هر یک نماز جمعه و در هر یک درس و در هر یک امر معروف، ما اولین کلمه انا می رم بگیم، چون که انسان پیش از این که دلش سخنهای گفته می شود بشنوه و بگه، توجهش به طرف الله شود و این نشستن و گفتن شنویدن هم که از جانب الله بدونه و به این شنویدن و گفتن خرسند شود از الله عزوجل. وقتی که از ته دل خرسند شود، در او گفتن شنویدن الله تعالی خیر میتیه، برکت میتیه و توفیق عمل کردن به او سخنها هم که از الله عزوجل نصیب میکنه. خب برادر عزیز مهربان، شنوندگان گرامی، در این دنیا تمام انسانیت شبانه روز 12 ماه، 4 موسم، گرمی و سرما و بهار و خزان، در تمام صورت ها و حالت ها، در جوانی و پیری، در کودکی و بزرگسالی، همه وقت تلاشی حاصل کردن کامیابی هی و تلاشی آسایش و راحت و خرسندی ها در دنیا های. اما بعضی ها
بعضی ها در این فکر و مفکوره و در این راهی که واقعا همه در تلاشن، چی مسلمان چی غیر مسلمان، در هر مذهبی که باشن فرق نداره، تلاشی کامیابی را، تلاشی که در زندگیش آسوده و راحت بینن، فرق نداره کودک یا یکی که کلان سال یا یکی که جوان یا پیر، فرق نداره یا مرد یا زن، خلاصه همه تلاشی راحت، آسودگی، خیر، کامیابی در دنیا. اما مسلمان ها با ضمن ای که اونها هم قطعی غیر مسلمان ها در این فکر شریکن، اما مسلمان ها هم چی میخوان؟ که هم راحت و هم آسایش و هم کامیابی ها در آخرت هم باشه، چون که مسلمان ها ایمان به آخرت هم دارن. غیر مسلمان ها همی دنیا ده. وقتی که همه در فکر هستن، بخواهیم نخواهیم، چی تاجیک، چی عرب، چی ترک، چی آلمانی، فرق نداره، همه در فکر تلاش کامیابی هن، در فکر تلاش راحت هن، در فکر تلاش آبادی هن، در فکر تلاش ترقی هن، زندگیشو بهتر بدن، این یکون گپ بد نیست، بهترین کاره. اما چی در ما همی کامیابی که همه میخوان، همی را ما حقیقی کامیابی بسازیم؟ یک کامیابی مختصره در همی دنیای میمونه میروه، یک کامیابی هست که هم در دنیای و هم در آخرت همیشه میمونه. عقل من همو کامیابیشه، کامیابی همیشگی و کامیابی که هم در دنیا باشه و هم در آخرت باشه، هم در دنیا همیشه بمونه و هم در آخرت همیشه قدش بروه. در دنیا ببینیم، اینا در همین حال حاضری که ما هستیم، 50 سال 100 سال پیشینه مردم رفتار و کردار و طریقه و خانواده و زندگی و دولت اونها، یکون کس اونها را نه ذکر میکنه و نه دریا چون میآید، مثل که دنیا از حاضر سر شده سی همون تحصیل یا نیست. حالا که اونهای گذشته هم در وقت کوشش کردن، تلاش کامیابی را کردن، تلاش که در دنیا کامیاب شوند، بچه هاش کامیاب شوند، دنیا را خد کنن، نمیدونم چی چی آسایش و راحت ها را حاصل کنن. لیکن امروز که نبینیم 50-100 سال بعدی که ما شما هستیم، از اونها یکون کس یکون درک نداره. این لایه که اگر نومو شده یکون جا اگر نیستگی باشه، اون هم خواه از دنیا و از کی چی بدن آنها و در از مال دارت آنها و از ثروت و از کی چی کار کردن، یکون کس یکون درک نداره. همین خیل 50-100 سال بعد میآید، همون اصلای ما که میآیند همون دیگه از ما درک نمیآوند، چون که شخصهایی که در عین حال فکرمند کامیابی ترقیات موقتی هن، یک عارضی هن، این دنیا عارضی هست که این مثال این خونه 100 سال بعد این خونه ویرون میشه، باید تکه بسازن دیگه، نوم و نشین این خونه نمیمونه دیگه، هیچ کسی نمیدونه که برای این خونه کی چند خون شد داده، چند زحمت کشیده، برای که خونه اصلا دیگه نیست، یک خونه دیگه ساختن در جایی. همین گونه این کامیابی های موقتی هن. کامیابی های حقیقی که هم در دنیا و هم در آخرت هی، او در 6 سخن برادر عزیز، سخنای خدا و رسولم، سخنای من نیستم، از پیش خدم نگفتیستم، بلکه سخنها و نقطه های خدا و رسولم که الله عزوجل و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 6 نقطه را به حد به توجه به تمام هر یک انسانیت تعلیم دادن که انسان اگر این 6 نقطه را بیاموزه، فکرمند شود، تلاش کنه، ایخت کنه، کامیابی های حقیقی دنیا و کامیابی های حقیقی آخرت ایخت میکنه. یکم نقطه، على کل بشر، مسلمان نگفته، على کل مؤمن نگفته، مسلمان نگفته، على کل بشر، برای هر یک بشر که انسان ای، ان یعرف خالقه، که بشناسه خالق خود چه، پروردگار چه بشناسه. امروز انسان همه چیز بشناسه، تمام معلومات داره،
در هواها چی چی مخلوقات هست، در تای زمین، در آوا و تمام معلومات ایخت کرده گیه. اما پروردگار ایخت چنم بشنوسه که یک ذات او را آفریده که به خاص منشأ یک ذات به دنیا اومده و به خاص منشأ یک ذات از دنیا میره. یکم یکی علی کل بشر ان یعرف خالقه، که تمام بنی آدم باید اگر بخواهد کامیابی دنیا و آخرت حقیقی را اخذ کنه، یکم یکی پروردگار خود بشناسه. چه کی ای پروردگار او؟ کی آفریده ای زمین و آسمان ها را؟ کی ای او ذاتی که بخواست او تمام چیزها را شده رفته است؟ کی ای او ذاتی که ای آفتاب ها و مهتاب ها، ای ستاره ها، ای تمام این نظام با یک بهترین انداز، با یک بهترین ترتیب کار فرمونده است که یگان بار یگان خطایی نشده که یک ستاره باید ستاره بزنه، آفتاب به مهتاب بزنه، آسمان در زمین بزنه، زمین در آسمان بزنه، تر یکم بار نشیده. او کدام ذاته که این تا همه را به یک ترتیب، به یک بهترین انداز برده است. وقتی که انسان تدبر و تفکر کنه در این چیزها، او حتما به خالق خودش هم میرسه. دیم چیه؟ علی کل بشر ان یعرف نعم خالقه. دیم که تمام انسانیت باید بشناسن نعمت هایی که الله عز جلال به انسانیت داده، او را بفهمه، حس کنه، قبول کنه و بشناسن که این صحت، این تن صحت، این زندگی مو، این آزادی مو، این جوانی مو، این مال و دولت مو، این فرزندای مو، این زن و کودکای مو، این دنیای مو، این همه ای از نعمت های الله عز جلال هست. و این تعد و نعمت الله لا تحصوها، که بنی آدم اگر شما نعمت های الله عز جلال حساب کرده رفتم گیره، شما هیچ وقت نعمت های الله عز جلال حساب کرده نمیتونید، احاطه کرده نمیتونید. کما حقه به نعمت های الله عز جلال شما دسترسی کامل کرده نمیتونید. دیم نقطه مهمی که انسان کامیابی را حس میکنه، باید که ان یعرف نعم خالقه، که نعمت های خالق خودش بفهمه، بدونه، حس کنه. و سیم نقطه مهم، علی کل بشر ان یحب خالقه، که انسان خالق خودش دوست بداره، خالق خودش دوست بداره. عموما اگر انسان پروردگار خودش بشناسه قادر مطلقش بدونه، متصرف کلش بدونه، قادر تمام کارها، تمام ارض سما در اختیارش بدونه، بشناسه که واقعا حتی خود انسان در اختیار او ذاته، تمام خیر شر از جانب الله هست. وقتی که بدونه این چیزا و نعمتاش که هست، حس میکنه که اوهو ای تا که باشه، اگر ای خوبی ما، ای سلامتی ما هم از جانب الله هست. وقتی که مرنده و زنده میکدگی ذات الله جلال، پس زندگی ما هم از جانب الله هست. تمام خوب و بد از جانب الله باشه. خیلی حالی که من در وقت حالت خوبم، در صحت و سلامتی هستم، در یک زندگی آسوده و خوبم، پس این هم از جانب الله هست. پس وقتی که انسان حقیقی پروردگار خودش بشناسه، نعمت های پروردگارش هم که هست حس میکنه، درک میکنه و میرسه. وقتی که انسان نعمت های پروردگارش بفهمه و حس کنه و قبول کنه، فطرت انسانی هست که محبت از جانب، از ته دلش علکه محبت جوش میزنه. باید یک مثال، مثلا در راه اگر یکان وقت ماشین ویرون شد، ماشین کسی یکان کس قرار کنه و ماشین شد بکشه تا یک جا را بره، تا وقتی که این مرد زنده های
همو کسی که ماشینش به هیچ جایش به پل کشیده برده تو یک جای را او آدم فراموش نمیکنه. همه چیز ممکن فراموش نه، لیکن همو آدمی که خیرش کرده و در از راه کشیده برده به یک جای آبادی را برده ایش، او کس هیچ وقت فراموش نمیکنه. حالا که یک کاری اندک کرده برای او انسان، اما ذاتی که جون داده، ذاتی که تمام فرصت داده، ذاتی که سبحان الله تمام شرایط داده، ذاتی که زن و فرزند داده، ذاتی که از همه بزرگترین نعمت، نعمت ایمان داده، انسان اگر این چطور حس کنه، تصور کنه، از تای دل عاشق پروردگار میشوه که الله در ما چه خوبیه که نعمتهای خوب به ما داده، ای الله از در ما چه خوبیه که یک بنده کمزورترینی، گناهگارترینی، کوچکترین تو به این قدر نعمتها سراور کرده یا نصیب کرده، ای الله جلال قنیمت های برای ما داده، از تای دل محبت جوش میزنه. و وقتی که محبت جوش بزنه، چهارم نقطه مهمه که خدا و رسول انسانیت و بشریت به طرف این نقطه ها و به طرف این سخن ها توجه میکنن و حکم میکنن تا که کامیابی های دنیا و آخرت حاصل کنن، علی کل بشر ان یطیع خالقه، برای تمام بشریت لازم و ضروری است که او اطاعت و فرمانبرداری پروردگار شب کنند، اطاعت و فرمانبرداری الله عزوجل بکنند. پس واقعا انسانی که محبت با الله در قلبش پیدا شود، با خالقش پیدا شود، با پروردگارش پیدا شود، با متصرف کل پیدا شود، با او کسی که نگهبان شه، با او کسی که بیشتر زیادتر از 70 مادر کرده، زیادتر با او انسان، با او مخلوق دوست مهربانی میکنه، شفقت میکنه، او ذات این قدر چیزش اگر حس کنه و بفهمه و درک کنه و بدونه چیکار میکنه؟ اطاعتش میکنه. هر چی که الله عزوجل میگه همو خیر میکنه. در یک شعر عربی چنین میگه که ان المحب لمن يحب مطيع، که واقعا کسی که یک کس دوست می داشته باشه، پس همون محبوبش همه وقت اطاعت میکنه، چون که اگر اطاعت نکنه بدون خفا میشوه و خفا شوه مهر محبت ما در خطر قرار میگیره. از این خاطر دیگه وقتی که دوستش می داره همه وقت اطاعتش میکنه. و محبوب ترین ذات در نزد ما و شما پروردگار موی، از جان، از مال، از زن و فرزند، از دولت، از شهرت، از عزت، از دولت، از همه چیز بالاتر برای ما و شما پروردگار مو هست و باید باشه. برای که وقتی که دونستنگ او مرا آفریده، وقتی که دونستنگ تمام نعمت ها از جانب او ای، وقتی که دونستنگ نعمت ها از جانب او ای، محبت پیدا شده، و وقتی که محبت با او ذات پیدا شد دیگه او را گوش نمیکنی، اطاعتش نمیکنی، فرمان برداری نمیکنی. همین ای که باید اطاعت فرمان برداری از او ذات پاک شوه. و پنجم نقطه ای که تمام انسانیت بشریت باید توجه کنن، علی کل بشر ان یرضی خالقهم، تمام بشریت کوشش، تلاش راضی کردن پروردگار شوند، کوشش کنند که کاری کنند که پروردگار شو راضی کنند. کی؟ در همین دنیا فرصت راضی شدن، راضی کردن پروردگار در همین دنیا ای دیگه، بعد از مردن شانس فرصت راضی کردن دیگه به انسان داده نمیشه و اختیار ندارد. روزی کردن پروردگار در انمی دنیا های، چون که جای امتحان همی دنیا های. بعد از موت تا غرغره تا قرطق رسیدن دیگه، صد بار ایمان هم بخونی، صد بار توبه هم بکنی که دیگه علکی قبول نمی شوه، روزی نمی شوه الله جلال. چگونه ای که فرعون وقتی که غرق میشید و جونش هم تو عالمی قرطقش رسیده بود و ملائکه های عذاب و ملائکه های وحشتناکی که پیش یک کافر، پیش یک
گناهگار و پیش یک بدین میاین برای جونکشیش و وحشت خطرناک ترین چهره های اونها رو وقتی که دید ترسید و حقیقتا قبول کرد که اوه بس که در این دنیا دیگه دنیا بده، این دنیایی که مجازی که من حس میکردم پادشاه و پروردگار و نمیدونم خالق ما چیم این همش دروغ بده. وقتی که حقیقتا میبینه چی میگه؟ اینی آمنت به رب موسی و هارون، که من ایمان آوردم به پروردگار موسی و هارون علیهم الصلاة والسلام. لیکن اون وقت ایمانش قبول نمیشوه، ایمانش قبول نمیشوه، میخواه که پروردگار راضی کنه به ایمان آوردن، لیکن الله عزوجل راضی نمیشوه. همینه که تمام بشریت باید تلاشی راضی کردن پروردگار شوند و الله عزوجل راضی نمیشوند تا اینکه بنی آدم الله عزوجل یکه و یگانه قبول کنند، پروردگار خودشو قبول کنند و او بنی آدم پروردگار را به یگانگی عبادت کنند و تا او وقت هم راضی نمیشوه تا اینکه رسول فرستاده برحق آخری پیغمبر را حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که فرستاده او را پیغمبر برحق آخری زمان قبول کنه، به او ایمان بیاره و سخنها و گفتهای خدا و رسول هرچی گفتن به جان دل قبول کنه، ایمان بیاره و عمل کنه و به تمام ارکانهای ایمان ایمان بیاره، به روز قیامت ایمان بیاره و در این دنیا اعمال کار خیر کنه و چند قدری که زیاد اعمال خیر میکنه همون قدر الله تعالی زیاد راضی میشه و چند قدری که از اعمال خیر از اطاعت و فرمانبرداری بیشتر میشه دور میشه کم میکنه همون قدر از رضای الله جلال دور میشه. که واقعا وقتی که کسی که اطاعت فرمانبرداری الله کنه الله تعالی راضی میشه. و ششم نقطه که ما یکمین بیان کردیم کامیابی دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت، آسوده و راحت در دنیا و آخرت هر کس تلاش ایره دارن، اما ای کی حاصل میشه؟ بعد از رضای پروردگار، بعد از راضی شدن پروردگار ای حاصل میشه. کدام حاصل میشه؟ الله جلال خیر دنیا و آخرت براش نصیب میکنه، بهترین زندگی را در دنیا و بهترین زندگی را در آخرت نصیبش میکنه، بهترین فرزندان را در دنیا نصیب میکنه و بهترین حیات ابدی و همیشگی در آخرت نصیبش میکنه. این کی حاصل میشه؟ بعد از اینکه او انسان الله جلال اطاعت کنه و روزیگیش حاصل کنه در دنیا و بعد از او بهترین حیات، حیات طیبه، حیات سرفرازی و جاویدانی در دنیا و آخرت برای او حاصل می شود. اما ما امروزه یکم نقطه ای که شناختن پروردگار ما فراموش کردگی، دیم نقطه باید نعمتهای پروردگار را حس کنیم، قبول کنیم و بدونیم، بشناسیم، ایرم چشم پوشی کردگی. سیم نقطه ای که باید ما با پروردگار ما محبت کنیم، محبت داشته باشیم، از تای دل دوست بداریم پروردگار ما، این ملکه مفقود ای گوم ای نپدید ای. و چهارم نقطه ای که اطاعت باید بکنیم پروردگار ما، این هم اصلا دیگه از وهم و گمان و برمدگی رفتگی ای. و وقتی همه این چهار نقطه را فراموش کردیم علاقه بدگیه که الله عزوجل راضی نمیشه به این گونه بنی آدم. وقتی که الله عزوجل از این گونه بنی آدم ها راضی نباشه و خرسندی را اظهار نکنه، همین گونه حالت ها و همین گونه پرابلم ها و همین قدر مشکلات ها به بنی آدم میآید. چون که تمام این پنج نقطه و وقتی که انسان عملش کنه، بعد ششم نقطه میآید که یعطی الله لنا خیر الدنیا والآخره، که الله جلال بهترین چیزها و بهترین زندگی و بهترین حیات و بهترین کشور و بهترین دوستها و بهترین پرزیدنت و بهترین تمام بهترین ها بعد نصیب میکنه. وقتی که ما این پنج نقطه را بیان کنیم و عمل کنیم و قبول کنیم و کوشش کنیم، همین هایی که امروز میبینیم در تمام دنیا مشکلات های از همه زیادتر مشکلات تاجستان های روزه نیست که یک کس نمبره،
روز نیست یک از خچه فلق نکشه، روز نیست یک از خچه خودکشی نکنه، روز نیست که یک زن با یک از با شوهرش و با پدرش و با اون کس خیانت کنه. یعنی تمام پرابلم ها روز روزانه میشنویم، حالی که خبرها روزانه چاپ میشن. اگر ساعتوار چاپ شوند، ساعتوار اگر خبرها نشر شوند، بخدا ساعتوار هم میشنویم که هر ساعت قتل شده، هر ساعت یک پرابلم شده، هر ساعت آب خیزی و سیل اومده، هر ساعت زمین جنبی شده، هر ساعت میبینیم یک کس کشته، و هر ساعت میشنویم که ماشین ها از جرا و از دریاها و نمیدونم از کجا کجا پریدن خودکشی و یا که بدترین مرگ مردگیان. سببش چیه؟ سببش اینه که این همین نقطه را ما فراموش کردیم. اولی که ما پروردگار خود ما اصلا نشناختیم که پروردگار ما کیه. اگر بدونیمش فقط یک نومش هم میدونیم که الله پروردگار ما خلاص که عزیز، زیادتر که چیزی نمیدونیم. ما که اگر یک آدمی به حد خوب به حد خدا ترس به حد خدا دوست اگر بشناسه پروردگارش، نعمتاش الکی فراموش کردگیه. اگر یگون کس اگر نعمتاش هم که اگر خدا نصیبش کرده باشه، اگر یگون نعمتای خدا را قبول کنه و بدونه و حس کنه و بفهمه، مهر محبت نداره. وقتی مهر محبت یگون کس هم داشته باشه، اطاعت و فرمانبرداری نداره از الله از رسول خدا. وقتی این همه ایزو نشوان، پس بگین که پرابلم به حیوانات بیایه، عذاب الهی به حیوانات بروه. و که اصلا مکلف نیستن، حیوانات خو اصلا مکلف نیستن. تمام حکم ها و تمام گفته های خدا و رسول متعلق به انسانیت و به جناتن دیگه. از این خاطر برادر از مهربان، الله عزوجل کامیابی ما و شما را در دین خودش گذاشته. چند خیلی که ما در دین مستحکم شیم، چند خیلی که ما پروردگار خود ما زیادتر بشناسیم، چند قدر که ما نعمتای پروردگار ما زیادتر قبول کنیم، حس کنیم، ذکر کنیم و سرخمی کنیم در پیش نعمتای پروردگار، و چند قدر که ما عاجزی در نزد الله جلال کنیم، و چند قدر که ما خود ما ذلیل و خوار کنیم در پیش پروردگار، همون قدر الله جلال ما را عزت می دهد و بلند می کند، و همون قدر ما را آسودگی و راحت دنیا و آخرت نصیب می کند. چند قدر که ما از راهی الله عزوجل دور شیم، از طاعت و فرمانبرداری الله عزوجل دور شیم، همون قدر ما ذلیل خوار میشیم، همون قدر ما رسوا میشیم. حتی تا جایی میرسه اگر ما اصلاح نشیم، تا جایی میرسه که حتی ما ذلیل خوار در نزد فرزندای خودمون میشیم، فرزندایی که ما از آنها امید داریم، فرزندایی که ما از آنها امید داریم که فقط دستگیری ما را میکنن. این همین فرزند ها که از ما را ذلیل خوار میکنند، چون که ما اطاعت پروردگار را نکردیم، چگونه مخلوق خدا اطاعت ما را کنند؟ جای فکر های ما وقتی که اطاعت خالق خود ما نکردیم، چگونه فرزند من که این مخلوق خدا های، چگونه مخلوق خدا اطاعت ما را کنند؟ وقتی که از الله اطاعت کردی و محبت کردی و شناخت پروردگار تا و نعمتاش قبول کردی و سرخمی کردی، الله عزوجل تمام مخلوقات، نه تنها فرزندات بلکه تمام مخلوقات متعیت میسازه، اطاعت و فرمانبرداری تر میسازه، سرخمش میسازه. علما میگن که در اطاعت و فرمانبرداری الله عزوجل 7 فایده است. کسایی که اطاعت و فرمانبرداری الله عزوجل میکنن، در دین مستحکم میشون، خدا را دوست میدارن، رسول خدا را دوست میدارن، و خدا و رسول از همه چیز برای آنها را بالاتر است، از وطن، از زن و فرزند، از کشور، از تعصبیت، از قومگرایی، نمیدونم از پول، از دولت، از شهرت، از همه اینها خدا و رسول بالاتر است. وقتی که این درجه برای یک کس حاصل شوه، و این تو این درجه را اگر اطاعت و فرمانبرداری از الله و خدا و رسول کنه یک شخص، پس چی می شود؟ 4 تا فایده، 7 تا فایده الله عزوجل برای او نصیب میکنه در همین دنیا. 7 تا فایده الله عزوجل برای او انسان، برای او اطاعت و فرمانبردار انسان الله نصیب میکنه. یکم،
نور فی الوجه، الله عز و جل در چهره او نوری خاص عطا میکنه که از چهرهش میبینه که نوری خاصی داره. شخصی که اطاعت فرمانبرداری کاملا اطاعت فرمانبرداری الله میکنه. دوم نور فی القلب، الله عز و جل در قلب او نور عطا میکنه. وقتی که در قلب کسی نور خدایی بیاید دیگه او قلب او دیگه به گناه ها توجه نمیکنه، دیگه در قلب او تا مهر محبت دنیا نمیآید، در قلب او دیگه شهوات و خواهشات دنیایی و نمیدونم چه چیزا دیگه نمیآید، چون که نور قلب الکی از نور الله پرشیده و نور الله در اون جای نمیره که تاریکی باشه، در هر جایی که بره او تاریکی را روشنی میکنه، او تاریکی گم میشوه و نور الله در قلب انسان بیاد الکی تاریکی میروه. و این شب و روزی که ما در گناه ها و لذت خواهشات دنیایی و نمیدونم چی چیزا قلب های ما میلان و میل دارن، سببش هم میگه نور الهی نیست و نور الهی به طاعت فرمانبرداری الله حاصل میشود. کم اطاعت داریم کم نوره، بیشتر اطاعت فرمانبرداری کنیم بیشتر نور میآید. سیوم فایده چیه؟ نور فی القبر، الله عزیز را در قبر یک نوری خاص برای او نصیب میکنه. قبر جایی هست که انسان تکی تنها میمونه، تکی تنها میروه و تکی تنها میمونه، در او فقط او و اعمال شاید دیگه یکان کس، نه زن نه فرزن نه مال نه دولت نه شهرت نه عزت نه یکان دوست رفیق، تکی تنها نم آدم های تمام در اونم جا نم اعمال اونم اعمالی خیر کدگی بکارش میشوند. حتی در حدیث هم میگه که روزانه قبر اعلان میکنه که او مردم دونسته باشه که من یک خونه تاریکی هم، من یک خونه تنهایی هم، من یک خونه الهی هم خاکی، بخواین که اگر من آباد بسازین کاری خیر کنین، بخواین که من منور روشن بسازین اطاعت فرمانبرداری الله بکنین، بخواین که من روشن بشم در این قبر تنها نمونی من یار رفیقت باشم قرآن زیاد بخون، ذکر از کار زیاد بکن. این حقیقت های هستن برادر عزیز که قبول کنیم نکنیم حقیقت همینه که اگر باور داشته باشیم خوش به حال ما، اگر باور نداشته باشیم نه میمره میبینیم بعد همه میگپورا، کسی که قبول نداره میبینه ای گپورا، کسی که قبول داره او هم میبینه ای گپورا. دیگه از این خاطر عقلمندی همه که قبول کنیم که پشیمونی نبینیم، چون که پشیمانی او وقت دیگه یگان علاج نداره، در دنیا یگان پرابلم میشه علاج داره بود درستش میکنی، لیکن در آخرت بعد از مردن پشیمونی و پرابلم ها یگان علاج نداره. دیگه از این خود برادر از مهربان، کسایی که اطاعت فرمانبرداری الله میکنن هفت فایده شون نصیب میکنه خدان: یکم نور در چهره، دیم نور در قلب، سیم نور در قبر، چهارم نشاط فی الذاکره، همه وقت مخش و یادآوریش همه وقت در جاش هی، پیر هم که باشه عقلش گم نمیزنه، فراموش خاطر نمیشوه. مصفیدو بعضی مصفیدو هستن که اصلا کودک هم دیگه نمیدونن نوم خشوان نمیدونن، او خیلی نمیشوه، کسی که واقعا اطاعت فرمانبرداری الله جل و علا کاملا میکنن. و پنجم فایده زیادتون فی رزق، الله جل و علا در رزقش وسعت میتیه، رزق زیاد میکنه، رزقش برکت میتیه، همه وقت رزقش پیش پاش میدوه که تمام انسانیت حاضر پرابلم های تمام انسانیت فکر تلاش رزق شای اینه الله عزیز در گزو گذاشته رزقه، ما میکنمش در کارها، ما میکنمش در آسبیلنوگ، ما میکنمش نمیدونم در خدمت رساو، نمیدونم میکنمش در خدمت نمیدونم کی کیا، رزق خدا در اطاعت فرمانبرداری خیلی گذاشته، چون که رزق از جانب الله های نه که از جانب یک رس یک تتر یک قضا، از جانب الله های کسی که اطاعت فرمانبرداری کاملا الله هم میکنه خدا در رزقش برکت میده، یک سوم که بیام خیلی تمامش نهی نمیشه، وقتی در یک سوم برکت بیا الله جلال همون خیلی برکتش میده که سبحان الله تمامش نهی نداره. ششم فایده اطاعت فرمانبرداری همه که الله جلال نشاط در بدنش میده، جسمش مفلوج نمیشه، همه وقت صحت سالم میباشه تا مردنش ساق سلامت میمونه.
و هفتم هفتم سبحان الله هفتم فایده اطاعت فرمانبرداری الله چیه؟ محبه فی قلوب العباد، که الله عزوجل محبت همه آدم در تمام قلب های مردم میدوزه، که تمام مردم همه آدم دوست میدارن، چون که این آدم مطیع فرمانبردار کامل خدا و رسوله و تمام مردم دوست میدارن. مردم از چی با در فکر تلاش شهرتن؟ چی در میلیون ها از خود میکنن تا که شهرت حاصل کنن، تا که مردم بشناسن شو، تا که یک طرفدار بیاون، تا که یک کس وارد دوست بداره. تا اگر بخوای که مردم تر دوست بدارن، تا خدا را دوست بدار. تا بخوای که مردم تمام، نه تنها مردم بلکه تمام مخلوقات، همو ماهی های در آب، همو پرنده های در آسمان ها، تمام همو مخلوقات که بخوای که دوست بدارن، اطاعت فرمانبرداری الله بکن، خدا تمام مخلوقات را دوست میدارن. و اون دوست داشتن او از جانب مردم نیست، از جانب الله هست که خدا در قلب آنها محبت میدوزه. شخصایی که اطاعت فرمانبرداری الله نمیکنن و سخنهای خدا و رسول اهمیت نمیدین و برای آنها تعصبیت، قومگرایی، وطنگرایی، زبانگرایی مهمتر از خدا و رسول، کسایی که بازیچه سیاست دنیا شدگی از الله رسول فراموش شدگی هن، از حکم های خدا و رسول دور شدگی هن، خچ و علکه حس هم نمیکنن، برای آنها را هفت عذاب های در همین دنیا که آخرت شو و تباه و برباد های کس. هفت چی های؟ ظلمتون فی الوجه، یک تاریکی، یک بدی، یک نحوستی، یک آقی پدری در چهره ایم آدم میبینی، چهرهش علکه میگه که از رحمت الله دوره. یکم پرابلیم. دیم ظلمتون فی القلب، تاریکی، سیاهی در قلب او الله عزیز مسلط میکنه، که دیگه علکه نور او علکه نمیبینه، رای راست دیگه علکه شعورش دیگه گم میکنه که رای راست کدوم های، چون که او از اطاعت و فرمانبرداری الله عزیز رو گردن نگیه، چون که خدا و رسول برای او را دیگه علکه مهم نشیده، قلب او را الله عزیز سیاه میکنه، که اگر همین گونه سیاه رفتن میگیره نتیجه چی میشوه؟ ختم الله علی قلوبهم، که بعد دیگه علکه مهرش میزنن که دیگه تمام، دیگه شانسی دیگه توبه هم نداره، شانسی یک اون چیز هم نداره. کسایی که اطاعت فرمانبردار الله نمیکنن، الله دوست نمیدارن، الله خدا و رسول و دین شریعت مهمترین بلندترین اساس بلندترین مسئله زندگی خود قرار نمیدین، سیمش انمیه. سیم پرابلم ظلمتون فی القبر، قبرش تاریک میمونه، در قبرم پرابلمش سر میشوه، عذاب قبرم سر میشوه، دیگه در همو قبر دیگه راحت نمیبینه، حالی که قیامت، حالی که دوزخ و پیش هیالی. و چارم ظلمتون فی الذاکره، دیگه عقلش ساز کار نمیکنه، یک تاریکی در مفکوره و در یادواریش، در عقلش، در مخش دیگه یک تاریکی و یک سراسیمگی و یک نادرستگی در عقل و فهم و خیال و خیال عقلش میوید. و نقصون فی رزق، و کمی به برکتی در رزق او الله عزوجل مسلط میکنه، که میلیون کار میکنه بازم قرض داره، همین قسم میخواد جمع کنه یک کار کنه نمیتونه کدر، قرض دیگه میگه میخره و زنده دیگه تمام، به برکتی در رزق خدا مسلط میکنه. شخصایی که اطاعت و فرمانبرداری الله عزوجل اهمیت نمیدن، اطاعت نمیکنن، خدا و رسول بلندترین هدف و مقام و مرام زندگی خودشون نمیکنن، الله عزوجل بر آنها هفت عذاب در همین دنیا، که پنجمش نقصان فیل رزق، در رزق الله جلال کمی کوتاهی به برکتی میاره، که امروز 99% مردم دنیا صرف نظر از مسلمان و غیر مسلمانی شکوه و شکایت در کمی و بیشی رزق دارن،
همه در همین شکایت دارن و یک بار شکایت خود چونه میکنن، یک بار گریبان خود چونه میقبن که خود چکا کردن و سبب این خود شده گیان، سبب ببرکتی در رزق خود شده گیان که اطاعت فرمانبردار الله جلاله نکردن و رزق هم از جانب الله، رزق در کار نیست، رزق در آبادی و ترقی نیست، رزق در گیس نیست، رزق در یک بیزنس تجارت نیست، رزق در اکسپورت و ایمپورت نیست، در وادیرات و صادرات رزق نیست، رزق در حکم الله های، حکم الله های که الله نخواهد میلیون تاجر باشه رزق نداری، بی برکتی در زندگی تای. اما مردم تصورات چو غلط شده گیه که تاجر باشه رزق خوب های، کاربار باشه خوب های، اروپا برای زندگی خوب های. سبحان الله، در همین اروپا اومده گی پرابلم رزق دارن، سببش اون نیست که در اروپا اومده اینا اومده، نه سببش یه که الله پرابلم آورده در رزق تو، بی برکتی را الله آورده در رزق تو و حال او فقط اطاعت فرمانبرداری الله تعالی است، حال رزق کشادگی رزق فقط روگردانی به حکم های خدا و رسوله، تمام دیگه اون دیگه حل نداره. و ششم تباهی و بربادی او شخصی که اطاعت فرمانبرداری الله نمیکنه و حکم های الله و خدا، رسول خدا بلندترین مقام و مراد او نیستی، پیشتر از همه چیز بالاتر از زن و فرزند نیستی، بالاتر از قومگرایی و تعصبیت برای او نیستی، پرابلم ششمش در همین دنیا چیه؟ وهنون فی البدن، تباهی و بربادی در جسمانی انسان، مفلوج شدن اعضای یک انسان، کار موندن، زد مستفید شدن یکان اعضاش ای کار موندن، تمام همین جسمانی پرابلم ها دیگر لکه در او سر می شود، فلج می شود، کانسر می شود، یه همه این کسل ها ایک جو هن 300-400 سال پیشتر بدن، یه همش عذاب الهی های، عذاب الهی های که انسانی که از اطاعت فرمان بدن الله جلاله چند قدر میشه، همون قدر عذاب جسمانی برای او را الله جلاله مسلط میکنه. و هفتم، و هفتم عذاب تباهی بربادی برای اون انسان در شخصی که اطاعت فرمان بدن میکنه، بغض فی قلوب العباد، دیگه شوم دیدن همه آدم در قلب های مردم، دیگه مردم را شوم میبینن، بد میبینن، نفرت میکنن در دل های بنی آدم، دیگه همه آدم شوم میشوه، بعدش میبینن، خداوند نفرت شوم بینی همه آدم در قلب های تمام بنی آدم، نه تنها بنی آدم، تمام مخلوقات میاندازه، حتی همه گاو خری که متعلق خدای همون بدن میبینن، حتی همه پرندهای در آسمان ها همون بدن میبینن، چون که علاقه قهر غضب الهی علاقه سر شدگی های و الله جلال نفرت اتره در قلب های تمام مخلوقات انداختگی های. از این خود عباد از مهربان، کامیابی ما و شما یگانه و یگانه در اطاعت و فرمان بداری الله جلال های. خداوند جلال همه ما را توفیق عمل نصیب بکنه، همه ما را از تای دل محبوب عاشق خودش بگردونه و حکم های دین مبین اسلام بلندترین و مهمترین مسئله حیات زندگی ما و شما بگردن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.